برای امام حسین علیه السلام روشن بود که به چه کار پرمخاطری اقدام کرده و با چه کسانی در افتاده. وقتی که در خطابه مکه گفت گویا میبینم که گرگان گرسنه بند بند مرا پاره میکنند و شکمهای خالی و انبانهای تهی خیش را از من انباشته میسازند. در شبانگاه نهم محرم سال 61 حسین ابن علی محیای رزم می شود. یا دهر خون لکم خفرتوی چرخ گردون کم لک بالاشراق والاصیل چه فراز و نشیب پایی داری من طالب و صاحب هر جوینده و دوستی کشته شد الدهر لا يقل روزگار به عوض قانع نمی شود و انما الامر همانا که همه چیز واگذار به خداست زینب فریاد زد این آوای مردی است که به مرگ خود یقین دارم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله میدان فدای بی‌نهایت بود ستارگان زمین حبیب ابن مظاهر زهیر عبدالله علی اکبر قاسم پور سعید مسلم و زینب از خیمه بیرون میزد و علی اصغر چهره زندگی برای یاران حسین پس از او چه زشت میزد. این خونبهای آزادی و آزادگی بود. زینب ککنون نیم قرن از عمرش میگذشت شاهد رستاخیز حسین. هاشمیان با همه دار و ندار به میدان آمدند. فرزند رشید بنی هاشم که سوگند مجسم فداست به میدان میرود. تیری که به سوی عباس به پرواز در آمد به قلب زینب نشست. این زینب بود که باید شاهد شورانگیزترین حماسه همه عصرها باشد. میراثداران اندیشه حبیب الله به قلب جبر پور زده بودند. جان چه باشد به فدای قدم دوست کنی. سجاد در تب پیوستن به حسین می سوزد. زینب که بود که باید چنین داغ کوه شکن به جان و دل بخرد. کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. حسین به میدان رفت. آسمان بر زمین ویران میشد و کوه‌ها بر دشت برو میکاشید. این صدای زینب بود که در دشت میپیچید و حسین میخواند بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. و آنگاه که در واپسین لحظات وصل حسین با خون خیش وضو می ساخت زینب زیر لب گویی چیزی می خواند. شاید آنچه حسین شب پیش خوانده بود. خواهرم مبادا پس از من شیطان صبر تو را برو باید.
این سر بریده چه سخنها دارد. خدا در سرزمین کربلا ریخته شد. پس از ریختن خون او دین فروشان از هیچ رذالت و دناعتی فروگذار نخواهند کرد، تا آنجا که حتی زنی در جبهه عمر بن سعد در دفاع از دختران پیامبر شمشیر کشید. اکنون زمان جنگاوری زینب رسیده است، رزمی که از قلم تاریخ نویسان همیشه می رود، رزمی شکفته از عزم زینب. آموخته مکتب محمد در خانه علی خردمند هاشمی، ستارگانی بر مرکب، ستارگانی بر نیزه، ستارگانی که زمان درخشیدنشان رسیده است. حسین در زینب تجلی میکرد تا دست به کار قیامی دیگر شود. و زینب با صبر حسن، با شجاعت حسین، با کلام آتشین و نافذ علی مهیای نبردی می شد که در دل اثار بذر انقلابی جاوی بکارد. زینب در کوچه های کوفه در حالی که غربت پدر را به خاطر می آورد به جمع نالان نگریست. اگر شما نبودید که هزاران نامه به مکه فرستادید و حسین را به رهبری طلبیدید و به او تعهد یاری دادید، از این پس بیشتر بگرید و کمتر بخندید. هنگام ورود کاروان به دارالاماره هنوز خون مسلم و سنگ فرش تازه بود. عبیدالله ابن زیاد که بارگاه خود را فاتحانه آراسته بود، زنی را دید که بی اعتنا به او وارد شد و به گوشه رفت. این زن که بود؟ زینب دختر علی. عبیدالله با زهرخندی گفت: حمد و ثنای خدا را که شما را رسوا کرد. مردمان فاسق و فاجری چون تو رسوا می شوند ای ابن مرجانه. چگونه دیدی آنچرا خدا با برادرت و خاندان تو کرد؟ ما رأیتو ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا. جز زیبایی جز زیبایی چیزی ندیدم، چیزی ندیدم. زد نابودی، این است معنای تحت لفظی کلمه فدا. اما اوج زینب این نبود. رسالت زینب واژگون کردن بساط یزید در شام. یزید، این جنایات بزرگ را انجام داده ای، آنگاه نشسته ای و بی آن که خود را گناهکار بدانی یا جنایت خود را بزرگ بشماری، با خود ندا سر می دهی که کاش پدرانت می گفتند ای یزید دست تو شل مباد. این جسارت را می کنی در حالی که با چوب دستی به دندانهای مبارک حسین می زنی؟ زهی بی شرمی و بی حیایی، چگونه چنین یا به سرایی نکنی؟ یزید، بدان که با این جنایت پوست خود را شکافتی و گوشت خود را پاره کردی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. زاده معاویه، اگر چه شدایت و پیشامدها و فشار روزگار
مرا وادار کرد با تو سخن بگویم، ولی تو را کوچکتر و خوارتر از مقام ظاهریت می‌بینم و در سرزنش و توبیخ تو کم نمی‌گذارم. ای پسر سفیان، اگرچه تو امروز کشتار و اسارت ما را غنیمت شمردی و به آن می‌بالی، طولی نمی‌کشد که مجبور به پرداخت غرامت و تاوان آن می‌شوی. یزید، هر آنچه می‌خواهی مکر و فریب و سعی خود را به کار گیر، ولی بدان که هرچه تلاش کنی هرگز نخواهی توانست ذکر ما و راه ما را از یادها بیرون ببری و خاموش سازی. هرگز، هرگز. آگاه باش که خرد و رأیت بسیار ضعیف و ناتوان است و بقای تو به سرعت به فنا میرسد و از بین میروی و جمع تو رو به زوال و پریشانی است. از خدا میخواهم که امانتداری و جانشینی ما را خوب و نیکو قرار دهد، چرا که بخشنده و مهربان است و تنها پناهنده اویی و بهترین مدافع حق و وکیل ماست. یزید از درد حقارت چون گرازی زخمی به خیش میپیچید که تلسم ولایتش را زنی با کلام برنده و آتشین خود شکسته بود. ولی زینب نان چنان است که میگویند، بلکه برای این خطابه آتشین از حماسه خونین کربلا گذشته بود. او یک عاشورایی تمام عیار و این کلمات از دیوارهای قطور بارگاه یزید گذشت و دلها را در نوردید و تاریخ انقلابهای نوین را روشن ساخت. مردم مدینه در علن یزید را لعن و نفرین می‌کنند. داستان چیست؟ زینب با کاروان عاشورا به مدینه بازگشته است، در حالی که مردم مدینه عزادار پسر فاطمه‌اند. زینب که کسی اشکهایش را ندیده، دست به کار شورشی علیه یزید است. یزید که از شورش با خبر شده، حضور زینب در مدینه را بر نمی‌تابد. تبعید به مصر. رود خروشان خون عاشورایان دیگر سر باز ایستادن ندارد. و از آتشی که حسین و زینب برافروختند، چه شعله ها در این سوی آن سو برخاست. اکنون بیش از 13 قرن از کلام آتشین زینب می‌گذرد و هنوز خون حسین گرم و جوشان است. چه بسیار با نام و یاد حسین و زینب شاهد مرد را در آغوش کشیدند. راستی حسین شب پیش از عاشورا چه گفت؟ که تاریخ هر بار فدایی به چشم میبیند، او را در خاطر میآورد. روزگار به عوض قانع نمیشد و اینما الامر الی الجلیل، همانا که همه چیز واگذار به خدا و کل حی سالک سبیل. وكل حي سارق سبيلي.
ای صاحب شام غریبان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، ای وارث خون شهیدان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، در راه تو گذشتم از جان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، تا بر وطنم کاخ یزید، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، ای زینب ای بانوی ایستان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، ای خواهر و همشان سارا، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، فرمانده شام تبدان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، تو خوانده ای ما را به پیکان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، ای صاحب شام غریبان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان، ای وارث خون شهیدان، حاضرم به میدان، حاضرم به میدان. همه ما این کلام امام حسین علیه السلام را که 1400 سال پیش گفته به یاد می آوریم که گفت اگر من در جای خود بمانم این خلق هلاک شده به چه چیز امتحان شوند، و یا در جای دیگری که گفت اکنون بیش از همه کس من وظیفه دارم چون آگاه ترم که این بدعتها را تغییر دهم و دست ستمکاران را کوتاه نمایم. بله، این پیام برای پیشتازان تاریخ بود و همیشه در هر محرم این پیام به گوش میرسه. سيد رفعنا حسين حسين، وعود عنا وياك وفينا حسين حسين، دم الجروح النازف اكتبنا حسين حسين، لو ناشدون عن ناصل معنا حسين حسين، لفظت كلمتين لفظت كلمتين لفظت كلمتين حسين حسين حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين، تحت السيوف عداك لو خلونا حسين حسين، بالنار يا ابن الهادي لو حاضونا حسين حسين، لو بالرياح العاصية يضربونا حسين حسين، لبيك تبقى الوم يسمعونا حسين حسين، لو قطعوا اليدين، لو قطعوا اليدين، لو قطعوا اليدين حسين حسين حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، والله عند ربك فلا أخطأ.
حسين حسين لبيك صرختني القلب تتفجر حسين حسين والله عن دربك فلا تتأخر حسين حسين اتمنى بس اطلب يا والد حيدر حسين حسين لك اللي زف حملة تذل العسكر حسين حسين ليس في حنين ليس في حنين ليس في حنين حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 يا شهر نشهر نشو تنام در بيريكو حسين حسين يا جام دهام دانوه تو سدن بابا حسين حسين تعيش بدمنا حسين حسين نمضي كل ما نملك وما يهمنا حسين حسين منك دروس التضحية تعلمنا حسين حسين ما غير يومك بالحزن يهضمنا حسين حسين والدمع كاللجاي والدمع كاللجاي والدمع كاللجاي حسين 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 يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين 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 اما امام حسین به چه چیز فکر میکرد؟ او گفت هر کس که حاکم ستمگر و بدکاری را ببیند که بر مردم به تعدی و تجاوز حکومت میکند و او را باز ندارد بر خدا لازم است که شاهد ظلم را با همان حاکم ظالم به یک جا ببرد. من حسینم من حسینم رو به سوی راستی باز آوری بیگم روز عاشورا غروبش صبح بیداری برگردی های های مردم از بیراه برگردی برگردی های های مردم از بیراه برگردی برگردی پرچم دشمن نمایم شد اگر مردی برگردی من حسینم من حسینم جانم خطا کاری
من حسینم. یاد بیاریم که دوران خودمون هم دوران ولایت جنایتکارانی است که صد بار شقی‌تر و ستمکارتر از شمر و یزیدند. فتوای تجاوز به دختران نوباوه دادند و ده‌ها هزار زندانی اسیر رو بی مقدمه قتل عام کردند و این جنایت‌هایشون کماکان ادامه داره. بله، راستی به قول امام حسین علیه السلام باید گفت من اگر به جای خود بمانم و اگر من و تو به کنج خانه هایمان بگریزیم، چه کسی هزینه حیات شایسته انسانی ما را بپردازد؟ سلام بر حسین و زنان و مردان همراهش و لعنت بر همه ستمگران. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی بر پا. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی بر پا. بنگر که شده کربلا میهن خون با. بنگر که شده کربلا میهن خون با. آن واقعه گویی شده صد مرتبه تکرار. هم دیده ام اینجا علی اصغر پرور، هم دیده ام اینجا علی اکبر بردار. هم پیمان با خون خدا، ارتش آزادی برپا.